avait personne. J'étais tout seul. Avait, le chef était blessé à Glarie. Ça pouvait être très très longtemps, bien sûr. It is my honor to introduce Professor Jalal Muzaggar. Jalal Muzaggar is a professor of ancient Iranian languages and culture at the University of Tehran. She was born in Khoi in 1939 and took her PhD in Iranian languages and Zoroastrian literature from the University of Sorbonne. Dr. Muzaggar began her career between 1968 and 70 as a researcher at the Iran Cultural Foundation, Bunyade Farhangi Iran, and then in 1970 moved on to the University of Tehran, first as an assistant, then associate, and finally as professor of ancient Iranian languages and literature. She has trained several generations of leading students in Iran in her field and has been honored nationally and internationally for her efforts and publications dealing with mainly Middle Persian literature, the most recent, the translation of the fifth book of the Dinkag in cooperation or in collaboration with the late Professor Ahmad Tafazzuli, which was published in Paris in the year 2000. همکاران و دوستان عزیزم. موضوع گفتار من زبان شیرین فارسی است. چه سعادتی که من امروز درباره شیرینی زبان فارسی، فرسنگ ها دور از سرزمین عزیزی که این زبان را صده ها و صده ها چون دری گرانبها در آغوش گرم خود پاس داشته، آن را پرورده، تراشش داده و هر روز زیباترش کرده است سخن بگویم. گفتارم را در این مجمع بین المللی با اینکه می توانستم نخواستم جز به زبان فارسی بیان کنم، زیرا دریغم آمد که با دلایل علمی و زبانشناسی از شیرینی، روانی و خوشابایی این زبان سخن بگویم اما به زبان دیگر. دادن صفت شیرین به زبان، سخن و گفتار که بیشتر روانی و نرمی و ملایمت را به ذهن می آورد، در فرهنگ ما سابقه ای بس دراز دارد. در گاهان اوستا هود مم و خزره یا اصطلاحی است در مفهوم شیرینی سخن، در عبارتی که یکی از امشاسپندان آن را از اهورامزدا برای زردشت درخواست می کند. در متون مانوی اصطلاح نیباک شیرین داریم در مفهوم نوای شیرین، در عبارتی که از سخن شیرینی یاد می شود که آن را نوازشگر گوش ها می دانند. در جای دیگری از متون مانوی زمانی که از وحی اخنوق پیامبر سخن به میان می آید، همین عبارت نیواگ شیرین به کار برده می شود. از متون پهلوی نیز می توان مثال آورد. در کتاب دادستان مینوی خرد شیرین در مفهوم گفتار شیرین به کار رفته است و در بخش پایانی کارنامه اردشیر بابکان اصطلاح درود شیرین آمده است. در متون مانوی، پارتی و پهلوی
چرب سخنی هم مترادف شیرین سخنی است و همچنین انوشن سخن به معنی سخن نوشین تقریبا مترادف سخن شیرین است که بعدها در ادبیات فارسی به صورت سخن نوشین مفهوم سخن دلنشین میگیرد. اما در ادبیات فارسی به کرات صفت شیرین برای سخن به کار رفته است. کاربرد عباراتی همچون شیرین سخن، سخن شیرین، گفته شکرین و نظایر آنها در شاهکارهای ادبی ما کم نیستند. خانه درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. خردمند و هوشیار و با رای و شرم، سخن گفتن چرب و آواز نرم. یا از حافظ، شاه شمشاد قدان، خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. ولی صفت شیرین که از دیرباز به گفتار و سخن داده شده است، بعدها تنها در مورد زبان فارسی به کار رفته است. همیشه گفتند زبان شیرین فارسی، یا فارسی شکر است، یا قند فارسی، و معمولاً چون این صفتی برای زبانهای دیگر به کار نرفت. من سعی میکنم در این گفتارم به مواردی اشاره کنم که برای شما آشناست، ولی شیرینی و ماندگاری این زبان را توجیه میکنم. از این رو نخست اشاره کوتاهی به تاریخ زبان فارسی میکنم و سپس در مقوله زبان شناسی از شیرینی زبان فارسی سخن میگویم و سپس به راز ماندگاری زبان فارسی می‌پردازم. زبان شیرین ما دورانی بس دراز را پیموده تا به صورت کنونی در آمده و تاریخ زبان ما هم همچون تاریخ سرزمین کهنسال ما عمری دیرینه دارد و از پس هزارها قد برافراشته است. آنچه ما امروز زبان فارسی می نامیم فرزند خلفی از گروه زبانهایی است که اصطلاحاً هندو اروپایی نامیده می شود. زبان ما با زبان همسایگان هندی من وجه اشتراک بیشتری داشته است و از این رو با زبان‌های هندی گروه زبان‌های هندو ایرانی را تشکیل داده است. در هزارهای پیشین و در دوران جابجایی هندیان مسیر آن سوی هندوکش را پیش گرفتند و نیاکان دور ما در سرزمینی که ایران نامیده شده است مستقر گردیدند و بدین سان گروه زبان‌های ایرانی موجودیت یافت. این زبان‌ها در محدوده گسترده گسترش یافتند. این محدوده از شرق به ماوراءالنهر و کناره‌های سیحون و جیحون می‌رسید. در شمال خراسان بزرگ و خارزم و نواحی قفقاز و کناره‌های دریای مازندران را شامل می‌شد. در غرب تا میان رودان ادامه می‌یافت و در جنوب در کناره‌های خلیج فارس و دریای عمان پیش می رفت. این گسترش زبان‌های ایرانی که در دوره باستان انجام گرفته است هنوز نیز ادامه دارد و نه تنها در قلمرو ایران کنونی بلکه در آن سوی مرزهای سیاسی ما هم در آسیای مرکزی، در ماورای قفقاز، در افغانستان و در دیگر کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک نیز صورت گرفته است. زبان‌های ایرانی که در این محدوده بزرگ جای گرفتند
زبانهای خیشاوندی هستند که از زبانی کهن که زبان مادر نامیده می شود مشتق شدند. وحدت تبار و منشأ، همسانی واژه‌های بنیادی و اصول ساخت دستوری این زبانها برهان خیشاوندی آنهاست. در انتساب زبانها به گروه زبانهای ایرانی، معیار زبان شناختی مورد نظر است، نه مرزهای جغرافیایی یا سیاسی کنونی ایران. از این رو مثلا زبان آسی که در قفقاز گویش بردارد و لهجه یغنابی که در دره‌های یغناب بدان سخن میگویند و زبان پشتو که در افغانستان متداول است، از لحاظ علمی و زبانشناسی جزء زبانهای ایرانی به شمار میآیند. اما زبان ترکی و زبان عربی که در بخشای از ایران کنونی صحبت می شود، از لحاظ تبار جزء زبانهای ایرانی نیستند. برای زبان فارسی به طور قراردادی سه دوره مشخص شده است. دوره اول که به آن دوره باستان می گویند، از زمانی آغاز می شود که ما نخستین نشانه ها را از زبانهای ایرانی در دست داریم و تا اواخر دوره هخامنشی ادامه می یابد. دو زبان عمده که آثار ارزندی از آنها در دست است، یعنی زبان فارسی باستان که زبان سنگ نوشته‌های هخامنشی است و زبان اوستا که زبان کتاب دینی زردشت است، به این دوران تعلق دارد. زبان‌های این دوره همچون زبان‌های همزمان و خیشاوندان دور و نزدیکشان مانند سانسکریت، یونانی باستان و غیره، دستور زبان پیچیده‌ای دارند که در آنها اسم صرف می‌شود، فعل صیغه‌های پیچیده‌ای دارد، جنس رعایت می‌شود، یعنی مذکر و مؤنث و خنثاست، و در شمار به جز مفرد و جمع تثنیه نیز وجود دارد. دوره دوم یا دوره میانه از اواخر دوره هخامنشی آغاز می‌گردد و تا اوایل دوره اسلامی ادامه می‌یابد. زبان‌ها این دوره بنابر موازین زبانی و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم می‌شوند. در گروه زبان‌های شرقی به زبان‌های سغدی، خارزمی، سکایی و بلخی می‌توان اشاره کرد و در گروه زبان‌های غربی زبان پارتی و پهلوی جنوبی. از این زبان‌ها آثار ارزنده‌ای باقی مانده است. ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا، کتاب‌های فلسفی، دینی و کلامی مانند دینکرد، بندهش، گزیده‌های زاد اسپرم، روایات پهلوی، کتاب شکندگمانی و غیره. زبان‌های ایرانی در این دوره تحولی شگفت می‌یابند. دستگاه آوای زبان بسیار ساده می‌شود. صرف اسم از میان می‌رود. وجوه افعال حالت بسیار ساده‌تری پیدا می‌کنند. جنس دیگر وجود ندارد. تثنیه از شمار حذف می‌گردد و زمینه برای سربرافراختن در دری آماده می‌گردد. از اینجا دوره سوم یا دوره جدید زبان‌های ایرانی آغاز می‌شود. زبانی پرورده و استحکام یافته، یعنی زبان شیرین فارسی که در دوره جدید نشو و نما پیدا می‌کند تا زبان شعر، ادب، فرهنگ، دانش، دین، عشق و عرفان کرده. اما چرا این زبان شیرین است؟ اگر با موازین آوازشناسی و زبانشناسی به این موضوع بنگریم، در میابیم که زبان فارسی زبانی خوش آوا و خوش آهنگ است. چون دستگاه مصوت، منظورم واید هست، دستگاه مصوت های این زبان دستگاه ششتایی قرینه است با سه مصوت ا، ای که پیشین هستند، مصوت های پیشین، و سه مصوت پسین ا، او که حتما میدونید منظور از مصوت های پیشین مصوت هایی هستند که
در جلوی دهان تولید میشن و مثبت های پسین در عقب دهان. این شش واکه یا مثبت که در همه زبان ها وجود دارند و از لحاظ یادگیری بسیار آسان هستند و به عبارت دیگر این مثبت ها جزء جهانی های زبانشناسی هستند. همه بچه های دنیا وقتی زبان باز می کنند ابتدا این مثبت ها رو به زبان می آورند. در زبان های دیگر هندواروپایی امروز مانند اجداد زبان فارسی تعداد مثبت ها بسیار است. گاه مانند زبان انگلیسی که شما بهتر از من میدونید تعداد مثبت‌های ساده و مرکب آن به 24 هم میرسد. همانطور که در زبان اوستایی ما 16 مثبت داشتیم. تولید صامت یا همخوان یا کانسون. تولید صامت‌های زبان فارسی نیز ساده است. یعنی تولید آسان و ساده دارد. منظور این است که هر اندام هایی که هر صدایی را تولید می کنند فقط در یک حالت خاص آن را به وجود می آورند و از حالتی به حالت دیگر نمی روند. مثلا برای تولید صامت ت نوک زبان فقط به پشت دندان های بالا می خورد و این صدا را می سازد. در صورتی که مثلا در زبان عربی برای تولید صدای تا علاوه بر نوک زبان و پشت دندان‌های بالا، عقب زبان و قسمت نرمکام هم دستن در کار تولید این صدا هستند و از این نظر دو گروه اندام در آن واحد این صدا را می‌سازند. فارسی زبانان در وامگیری از زبان‌های دیگر هم چون به صامتی برخوردند که ساده نبوده است، آن را به صورت ساده درآورده و تلفظ کردند. مانند صامت‌های سات، تا، زا و غیره که در زبان فارسی سه و ته و زه تلفظ میشن. صداهای خیشومی یعنی نازال دماغی مانند اینیه که به عنوان مثال در زبان فرانسه وجود دارد، در زبانهای باستانی ما نیز وجود داشته است، در زبان کنونی فارسی از میان رفته است. نظام هجایی زبان فارسی هم زیبایی خود را دارد، به این صورت که در این نظام به نام اصطلاح زبانشناسی تنها سیستم های سه و سه یا سه و سه سه وجود دارد. یعنی اینکه صداها در زبان ما به این صورت در کنار هم قرار می گیرند: یک صامت یک مثبت مانند که، یک صامت یک مثبت یک صامت مانند کا، یک صامت یک مثبت دو صامت مانند بر. به این ترتیب میبینیم که در زبان فارسی بیش از دو صامت در کنار هم قرار نمیگیرن و این به خوشابایی زبان بسیار کمک میکنند، در حالی که مثلا در زبان انگلیسی سه یا چهار صامت هم پهلوی هم قرار میگیرن و این زبان رو کمی طولانی میکنند. دیگر این که زبان فارسی زبانی آهنگین است، زیر و بم یا به اصطلاح زبانشناسی افتان و خیزان دارد. ما در زبان فارسی با زیر و بمی آهنگ صدا مفهوم خاصی به جمله می دهیم. این پدیده در برخی از زبانها نیست مانند زبان چینی، ولی در اغلب زبانهای هندواروپایی هم وجود دارد، اما کاربرد آن در زبان فارسی بسیار ساده تر و عملی تر است. در زبان فارسی تکیه وجود دارد، یعنی با تکیه معنی واژه تغییر می کند. به عبارت دیگر هجای خاص در کلمه جایگاه تکیه است. با تغییر جای تکیه مفهوم تغییر می کند. مثلا در مورد واژه مردی، اگر تکیه در هجای پایانی قرار بگیرد، یعنی بگوییم مردی آمد، این واژه به معنی یک مرد است و این با مردی به معنی مردانگی که تکیه در هجای میانی است تفاوت پیدا می کند. سیستم تکیه را ما اهل زبان بدون اندیشیدن به کار می بریم. یکی دیگر از ویژگی های خوب زبان فارسی پیوندی بودن آن است که واژه سازی را آسان می سازد.
یعنی با پیوستن پیشوند و پسوند و میانوند مفاهیم گوناگون به دست میاد. مثلا واژه مردانگی با مرد و آنه و اب و گی ما تقریبا معانی مختلف به یک واژه مرد میدیم. در این مورد زبان ما چنان ترفند ظریفی دارد که ما به دلیل اهل زبان بودن کمتر بدان توجه میکنیم. به ترکیبات سیاه چشم، چشم سیاه، شور چشم، چشم شور، پیر مرد، مرد پیر. دقت کنید و تفاوت ها کاملا مشخصه. این روش پیوندی بودن زبان به استفاده از پیشوند ها و پسوند ها در زبان پهلوی و در آغاز زبان فارسی دری کاربرد فراوان و مفیدی داشته است. ولی بعدا استفاده از واژه های بیگانه و بخصوص کاربرد فعل مرکب به جای افعال بسیط از استعمال پیشوندها و پسوندها کاسته است و زبان ما را به سترونی سوق داده است. اگر در طی زمان در زبان فارسی بی‌محابا به سوی واژگان بیگانه گشوده شده است، کوتاهی از زبان نبوده است، از اهل زبان وگرنه این زبان از هر لحاظ آمادگی آن را داشته است که هر نوع واژه‌ای را با پیوندهای گوناگون بسازد. از لحاظ دستوری هم همان گونه که اشاره شد، دستگاه صرفی پیچیده کاملا از میان رفته است. زبان امروز ما، زبان امروز فارسی، جزء زبان‌هایی است که تفاوتی میان مؤنث و مذکر نمیگذارد و ضمناً برعکس زبانهایی چون فرانسه و انگلیسی برای مفهوم انسان واژه مرد به کار نمیرود. انسان یا زن است یا مرد. اینها بخشی از دلایل زبانی و آوایی شیرینی زبان بودند. اما برای ماندگاری یک زبان این دلایل کافی نیست. برای استدلال در مورد ماندگاری یک زبان به این پشتوانه زبانی و آوایی و دستوری مسائل تفکری را نیز باید افزود. با زبانهای ایرانی اندیشه بیان شده است. در صده‌های دور سرودهای اوستا را داریم و پیام‌های انسانی زردوش را از لابلای گاهان اوستا لمس میکنیم. در دوره ساسانی زبان ما گویای فرهنگی غنی و پرورده شده است. علم و فلسفه یونان و هند نیز هم از طریق ارتباط با دانشمندان آن سرزمین ها و هم از راه کتاب های مربوط به آن گنجینه فرهنگی و زبانی ما را پربارتر کرد. ادبیات دوره ساسانی که تدوین آنها را در صده های نخستین اسلامی خواهیم داشت بسیار قدیمی است. ما کتاب های دینکرت را داریم که در آن پیچیده ترین مطالب دینی و فلسفی بیان شده است. تأملی در مجموعه واژگان این دانشنامه ما را با عمق توانایی زبانمان آشنا می کند. نمونه ایست از این ادبیات کتاب شکن گمانیک بزار یا گزارش گمان شکن است که در آن با چنان ادبیات کلامی محکم و مستدلی در بحث میان ادیان مواجه می شویم که قدرت زبان‌آوری آن دوره در شگفت می ماند. در کتاب یادگار زریران زبان حماسی می شود و سخن از دلاوری ها پیش می آید. در کتاب درخت آسوریک مناظره شیرین میان درخت خرما و بز است. در کتاب خسرو بریدک سخن از زیباترین گلها، عطرها، بازیها، پوششها، خوراکیها به میان می آید. در پایان دوره ساسانی و در آغاز دوران اسلامی
با چنین گذشته پرباری این زبان چنان زبانی می شود که چون در برابر پدیده نو و غالب قرار می گیرد از میدان به در نمی رود، دوام می آورد، واژه ها را چنان آگاهانه جذب می کند و در قالب زمان زبانی خود عرضه می نماید که پس از گذشت بیش از 10 سده زبان آن روز برای ما ناآشنا نیست. ما برای درک بوی جوی مولیان آیت همین، یاد یار مهربان آیت همین، نیازی به واژه‌نامه نداریم. این زبان به هویت ایرانی تبدیل می گردد و سند رسمیت خود را زمانی دریافت می کند که یعقوب لیث سیستانی به شاعران دربارش می گوید مرا با زبانی بستایید که زبان من است. سلسله سامانی راهگشای بعدی است. امیران این سلسله فارسی گویی و فارسی نویسی را جزء اصول حکومت خود قرار می دهند. ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی آغاز می شود و بدین سان گنجینه واژه های ما از گزند زمان در امان می ماند و زمینه برای ظهور شاهنامه فراهم می شود. فردوسی عزیز با اهدای شاهنامه به ایران و مردم ایران پشتوانه محکم برای زبان ما، فرهنگ ما و هویت ما به وجود آورد. اما فراموش نکنیم که ماندگاری زبان فارسی را بیش از همه مدیون مردم ساده دل ایران هستیم که در برابر برخی خود فروختگان تشنه مقام که در آن دوران نگارش و سخن گفتن به زبان فارسی را ننگ می شمردند، همچنان دو بیتی های خود را به زبان فارسی سرودند. عاشقان به فارسی بیاتی خواندند، مادران لالایی های را و سرگهوار های کودکانشان به فارسی سر دادند تا رودکی و فردوسی سر برآورند و زمینه برای کلام عارفانه و فیلسوفانه مولوی و سنایی و عطار آماده شد. مولوی در قونی است ولی مثنوی و غزلیات جاودانه خود را به زبان فارسی می سراید. نظامی در گنج است اما لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، این شاهکارهای ادبیات بزمی را به زبان فارسی عرضه می کند. لطف معانی کلام خیام را با وجود همه ترجمه های استادانه تنها به زبان فارسی می توان لمس کرد. صلابت زبان فارسی و رمز ماندگاریان را در گفته های سعدی باید جست که هر کلامش ضرب المثل شده است و ریشه های درخت جاودانه زبانمان در گلستان و بوستان او استحکام یافته است. حافظ ما قد علم می کند آیا اندیشه لطیف، موشکاف، پر از معنی و پر از آهنگ و آوای غزلیات حافظ من را جز به زبان فارسی می توان درک کرد؟ زبان ما از جهاتی موجب قنای زبان عربی می شود. واژه های بسیاری که مربوط به تمدن و شهرنشینی بوده است از زبان فارسی وارد زبان عربی شده، همچنین نام گل ها، غذاها، پوشش، لباس و غیره. این زبان مرزها را در می نوردد. در ماوراء النهر زبان جهان اسلام می گردد. در هند شعرهای فارسی بو ادبیاتی غنی را پایگذاری می کنند. بی جا نیست که حافظ به سرایت شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می روند. در ممالک عثمانی هم برجسته ترین شعرا به زبان فارسی شعر. در ادامه صلابت این زبان شیرین تا دوران معاصر نیست مثال فراوان است و بی‌نیاز از تکرار.
ملک و شعرهای بهار قصیده آهنگین دماوندی خود را به این شیرینی و روانی و صلابت آغاز می کند. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. و جلوتر می آییم سهراب سپهری را می بینیم که به این زیبایی با واژگان فارسی نرد عشق می بازد. به سراغ من اگر می آیید نرم آهسته می آیید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. زبان فارسی شیرین است، این زبان ماندنی است، در اساس آن خللی وارد نخواهد شد. کاخی است که از باد و باران گزند نخواهد یافت، زیرا این بذر سخن در جای جای سرزمین ما به بار نشسته است و با پارسی زبانان آن سوی مرزها هم مستحکمتر خواهد شد، گلهای تازه خواهد داد و میوه های آن به بار خواهد نشست. با سخن فردوسی بزرگ که به زبان شیرین ما نوزایی داده است، سخن را به پایان میبرم. پیف کندم از نهز کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخم سخن را پراکندم.